L'objectif était de faire venir des blasons inférieurs romains en Toscane. Ce ne sont pas des objets importants. This is the painting. Why they call it original copy. You've heard of it? تعدد کپی ها و سال های دراز تماشای کپی هاست که ما رو مقابل اصل میخکوب میکنه و نفس رو تو سینمون حبس میکنه. هممون که متخصص نیستیم که مقابل یه اصل وایسیم و درکش کنیم. بدون وجود کپی ها ما اصل رو درک نمی کردیم یا لاقل در واقع ما به هر چیزی رو وقتی که قرار عاشق بشیم به عنوان اوریجینال نگاش میکنیم و خودمون این بلا رو سر خودمون میاریم و اونقدر اعتبار و میبریم بالا و اونقدر صرف جلوی یه عدد میذاریم که دیگه خودمون نمیتونیم پرداخت کنیم. وقتی نمیتونیم بپردازیم شروع میکنیم صفرها رو دونه دونه حذف کردن و آره دیسکاونت میگیریم خلاصه. بعد میرسیم به واقعیتش. نکته که در این هست که اونو من بیشتر بهش اعتقاد دارم اینه که دسترسی به اصل در بضاعت خیلی از ماها نیست، بنابراین قدر کپی رو بدونیم اونه که مهمه. So husband. Oh, come on. اگر یک نکته هنری و غیر کلیشه‌ای در فیلم داشته باشه همین نقطه است که وسط فیلمه و این بازی رو شروع میکنه که این بازی خیلی واقعی تر از بازیه. وان فرم کار در نظر بگیرم در غیر این صورت اگر این صحنه رو من به این شکل در وسط فیلم اتفاق نمیافتاد خودم به عنوان تماشاگر اصلا حوصله تماشای یک فیلمی که قرار 15 سال طول بکشه تا عاقبتش رو بفهمم به کجا میرسه، عاقبتی که همه کم و بیش میدونیم راجبش پیش بینی بکنیم، اساسا اقدام به نوشتن نمیکردم. ما دو تا آدم رو در دو موقعیت متفاوت میبینیم، یه روزی یه دوره ای در موقع آشنایی و بعد بخش دوم بعد از 15 سال. چرا این دوتا موجود نمیتونن هم دیگر رو بفهمن و چرا اینقدر مسئله لاینحل دارن که در طول تاریخ نتونستن حلش بکنن؟ آره کسی میگفتش که عشق نتیجه سوء تفاهمه و ما میریم برای اینکه سوء تفاهم بکنیم. وقتی به تفاهم میرسیم، وقتی واقعا درک میکنیم، اون موقع عشق در واقع به زوال میرسه دیگه، پایان عشقه. همه ارزش ها رو ما به اون میدیم و خودمون رو درگیر میکنیم و طبیعتا به این پاسخ یک غیر قانع کننده و اینکه دلمون نمیخواد واقعیت رو بدونیم وقتی به تفاهم برسیم اشتباه میشه. بنابراین به یه اعتباری آره عشق نتیجه سوء تفاهمه. وقتی آدم ها رو نمیفهمیم عاشقشون میشیم، ولی وقتی که به واقعیتشون پی میبریم بعد میفهمیم که اینو نبوده. یعنی عشق یک توهم بیشتر نیست و خوشبختانه این قابلیت در ما هست، ولی یه دونه اصل بیشتر وجود نبود و هم نداشت و همه عاشق اون میشدن. به هر حال موجود از روی سینما، از روی تحت تاثیر هیچ چیزی جز تجربه شخصی هیچ وقت نساختم و کار نکردم. خب گاهی اونقدر تغییر شکل پیدا میکنه که به کلی عوض میشه، ولی هسته اصلیش رو تجربه های واقعی. و اینکه اصلا تو کافه اساس اون چیزی که در حافظه من بعد از 15 سال موند و به شکل فیلم در اومد، و اینکه تقریبا این قصه عیناً اتفاق افتاد، منطقه البته تبدیل شد به یه فیلم نامه، یک کمی کوچولوتر، یک کمی بدون حاشیه تر، بدون پرداختر، ولی یادمه که اون خانم که شوهرش با سکرترش در تهران ازدواج کرده بود و گلی رو رها کرده بود، یعنی بخشیده بود با این خانم و پسرش و رفته بود، این داستان داستان واقعیه. کپی کنفرم de son père. Non, mais il y a rien à faire. Il veut rien comprendre. Il en fait qu'à sa tête. Avec les enfants, il y a toujours une solution. من قبل از شروع فیلم یادمه که با آدم های مختلف تحقیق کردم. نزدیک به دو سال این فیلم طول کشید به دلیل
اینکه من این کاراکتر مناسبی رو برای مرد پیدا نمی‌کردم، بنابراین زمان کافی داشتم برای اینکه بدونم که چقدر اون ایده من راجع به اختلاف زن و مرد منطقه‌ای مربوط میشه به فرهنگ من، به کشور من، چقدر یونیورساله. برای اینکه برای فیلم رو قرار بود که یه فیلم یونیورسال بسازیم با بازیگرای غیر ایرانی، به این ترتیب سوال کردم و نتیجه تقریبا یه جا یکی بود. بسیاری از خانم ها مشکل عمدهشون در رابطه با همسرشون یا با مردشون این بود که یک رقیب خیلی گردن کلفت داشتن و اون کار مرد بود و اعتراض دائمی که نسبت به کار مرد داره. این یکی از ویژگی های یکی از نشانی هایی است که فیلم می دادن. Sì, ma anche noi lavoriamo, ma con moderazione però, no? اولین جمله‌ای که جولیت به اون زن بار گفت، گفت اون به کارش خیلی بیشتر توجه داره تا به ما. ما یعنی من و فرزندم. و این یه مسئله یونیورساله. قصدم این نبود، ولی یادمه که یه بخشایی از فیلم به دلیل طولانی بودن رو توی فیلمنامه من حذف کردم. اون کسی که آکوردئون میزد توی فیلم یه چیزی میومد میزد کازاچو به آهنگ روسیه و زن از مرد پرسید که تو میفهمی کازاچو یعنی چی؟ گفت نه. تو یعنی چی؟ بعد از هم پرسیدن و نمیدونستن. یه سکانسی بود که من جزئیاتش در خاطرم نیست، ولی به یه نتیجه بامزه توی دیالوگای فیلم رسیده بودیم که خب ما میتونیم نفهمیم کازاچو یعنی چی، اما میتونیم موسیقیشو گوش بدیم یا لذت ببریم یا نبریم. الزاماً ما لذت بردن از کازاچو، از اون آهنگ، دونستن معنای کلمش نیست. یعنی اینو یادم که در فیلم بود و به یه راه حل نسبی هم رسیده بودیم که اینو باز برداشتیم و اون که زن و مرد با هم دیگه تصمیم میرفتن بیا قرار بذاریم که ما هم دیگه نمیفهمیم. شاید راه حل زن و مرد در اینه که بفهمن که هم دیگه رو نمیفهمن و دو تا دنیای کاملا متفاوت دارن که هیچ شباهتی با هم دیگه نداره و از جای اشکال پیدا میشه که ما توقع فهمیدن هم دیگه رو پیدا میکنیم. آیا میشه مثل کازاچو نفهمید و زندگی کرد یا نمیشه؟ این معنای ناامیدی نمیده، این واقعیت، یعنی درک واقعیت به نظرم این امیدوار زندگی، برای اینکه یه راهلای جانبی باید پیدا کرد برای تحمل هم دیگه، چون بدون هم نمیتونیم زندگی کنیم. من قرار نبود که با یک ستاره کار بکنم. واقعا سالها پیش پیشنهاد جولیت بود، جولیه تهران بود، به عنوان مهمون من بود، میرفتیم اصفهان من و یکی از دوستام و شب قبلش من این قصه رو برایش تعریف کردم، گفت این خیلی قصه قشنگی برای فیلم. در واقع پیشنهاد اون بود. من فکر کنم این قصه رو در رابطه با یه موضوع دیگه ای تعریف کرده بودم به عنوان یه خاطره و بعد او بود که در واقع من رو تشویق کرد به اینکه این ظرفیت تبدیل شدن به یک فیلم رو داره و من خیلی دارم میخواد نقش رو بازی کنم و من این رو نوشتم. ولی آره 15 سال پیش بود این داستان. جولیت مثل یک نابازیگر، مثل کسی که برای اولین بار جلوی دوربینه و به شدت علاقمندی نشون میداد به کار، که اون خب طبیعتاً اگر تو کارهای دیگه هم همینطوره، اما به هیچ عنوان اون تنشنی که من در انتظارش بودم در کار کردن با یه حرفه‌ای رو به من نداد. یعنی بسیار صبور بود، بسیار قابل دسترس بود به عنوان یک کار، یعنی کاملا میتونستم با اطمینان ساعت‌های متمادی رو باش وقت بگذرونم برای درک نقشی که داشت و هیچ فشاری رو تحمل به من وارد نکرد و هیچ فشاری رو به گروه در واقع وارد نکرد و خیال میکنم شاید به نظرم تو کارنامه خودشم این کار براش استثناء بود، برای اینکه خودش رو خیلی نزدیک به نقش میدید و به همین دلیلم یک کمی حرفه رو فراموش کرده بود.
به من زنگ میزد تیرون هر از چنگایی و میگفت من این زن رو پیدا نمیکنم. آیا این زن فلانیه در فلان فیلم؟ آیا این آنامانیانیه در اون فیلم؟ من آیا این زن دیوونه است؟ من جواب همه اینا میگفتم این زن جولیت بینوشه و اون نمیفهمید یعنی چی، یه متوجه نمیشد. دوباره زنگ میزد میگفت این زن کیه؟ این دیوونه است؟ آیا من دیوونم؟ گفتم این زن جولیت بینوشه. و بالاخره یادمه که آخرین روز گفتم ببین ما داریم میریم یک بی گیم، یه بازی بکنیم و اصلا راجبش نگرانی نداشته باش، میریم ببینیم چی میشه. من نمیدونم، شاید وسطای فیلم به آخرای فیلم تو بفهمی که این زن کیه، ولی من تنها کمکی میتونم بکنم اینه که این زن هیچ کس جز جولیت بینوش نیست، من که این تو بودی که در واقع این قصه رو تایید کردی و من موقع نگارش فیلم نامه به تو فکر میکردم، برای اینکه به طور معمول من باید یه الگویی داشته باشم، ولی اصلا نمیتونم که یه فیلمنامه رو بنویسم. یه آدمی رو باید تصور بکنم، حالا اون آدم توی فیلم من شاید نخواهد اومد، شاید به درد کار من نخوره، ولی یه الگوی ذهنی میخوام و الگوی من خود جولیت بود، کم و بیش با شناخت یه کمی زندگی شخصی هم که داشت. خب البته اونش هم چیزی به خصوصی نبود، شبیه همه آدم ماست، اما جولیت تنها تفاوتش این بود که فکر نمیکرد که این میتونه یه الگوی خیلی نزدیک به خودش باشه. و با این راست میگه که وسطای فیلم یه شباهتی بین خودش و فیلم پیدا کرد. خب به پدای کار شیمل میگه من نمیتونم کار بکنم، من نمیتونم نام دیالوگ حفظ بکنم، من با سینما هیچ نوع آشنایی ندارم، من در لانگ شات همیشه کار کردم و تماشاگرای خودم رو در تاریکی دیدم. بابا یکی مقاومت میکرد از اینکه توانشو نداره، کمی به نظر من یه ذره وحشت کرده بود. گویا اینکه بامزه بود که اول جولیت رو نمیشناخت. وقتی بهش گفتم که تو قراره با جولیت بینوش کار بکنی، گفت جولیت بینوش کیه؟ و بعد فهمیدم که کار خیلی راحت تر از اونی که خیال میکنم، نه اون که سخت تره. بنابراین یک نوع اعتماد به نفسی که فکر می‌کنم ویژگی شخصی خودش بود و ربطی به بودن در سن تئاتر و اپرا نداشت، کمک کرد به این که زیاد دستکاری نشه. من یادم نیست که هیچ نوع، یه جای به خصوصی یه جاهایی یک نوع و توجهی بهش میدادم، اما کاملا آزاد بود روی صحنه و بازی که میبینین چه او و چه جولیت دستکاری شده من نیست. اینا در واقع خیلی زود رولو درک کردن و به موقع و اون واکنش هایی که میباید داشته باشن رو مقابل همدیگه داشتن. کار خیلی خیلی ساده تر از اون بود، یعنی یکی از لذت بخشترین کارهایی بود که من کردم، برای اینکه همش هم مدیون این کوپلی بود که کاملا همدیگه رو درک میکردن و به نظرم میاد که واقعا هر کدومشون اون یکی رو به جای اصل گرفته بودن و این بازی کپی و اوریژینال رو داشتن تو ذهنشون انجام میدادن. اگر 75 دقیقه رو جزو فیلم های بلند بذاریم، میتونم بگم این دوم فیلم منه، من که فیلم 75 دقیقه تحت عنوان مسافر کار کرده بودم. اما وقتی این پیشنهاد توسط یکی از دوستان من که تهیه کننده بود و من رسید، خب طرحی نداشتم، اصرار میکرد که بیا یه فیلم کار کن، یه فیلمی از موقع تو کانون و برای بچه ها کار میکردم. خیلی برام دشوار بود وارد بازار سینما و رقابت های سینمای حرفه‌ای بشم. این بود که با فشار فکر کردم باید یه داستانی رو فراهم بکنم. داستان گزارش ترکیب سه تا زندگی بود که میشناختم و میتونم بگم که از 30 سال پیش که گزارش رو دیدم دیگه ندیدم. کپی اصلی نگاتیو فیلم در جریان انقلاب سال 57 ایران سوخته شد، سوزوندن و تنها یک کپی بیشتر وجود نداره و اون کپی هم انقدر خرابه که قابل دیدن نیست، یعنی کپی موجود دیدنی نیست. ولی یادم که بعد از دیدن فیلم کپی کسی به من گفت که این فیلم منو یاد گزارش انداخت.
و من که تو ذهنم مراجعه کردم به فیلم این شباهت رو کاملا دیدم. یعنی فکر کردم که قصه زن و مرد در 30 سال نمیتونه کهنه شه. یعنی زن امروز همون زن 33 سال پیشه، مرد امروز هم همونه. چون نه من تغییر کردم، نه اون زن تغییر کرده، نه اون مرد توی فیلم. بنابراین ما ستا همراه هم 33 سال اومدیم تا رسیدیم به این نقطه. حالا دوباره ما کپی برابر اصل رو داریم نگاه می‌کنیم.